ما داشتیم با دکتر هومان صحبت میکردیم در مورد پوکی و استخوان و چجوری میتونیم این موضوع حل کنیم و بدن رو بتونیم قلیایی بدن رو بیاریم به الکلاین نورمال. دقیقا، یعنی از اون حالت اسیدی. چرا؟ چون اسیدی بودن بدن گفتیم چه باعث خیلی از بیماری، شاید اکثر بیماری ها به خاطر اینه که بدن اسیدیه و خیلی بهتره که بالانسش کنیم. من داشتم از شما میپرسیدم که چه جوری میتونیم، خب میخوام بهتون بگم بفهم. مثلا بابای من حتما صبح به صبح دو تا کافی دوست داره بخوره، کافی های کافینیتد. من میدونم که شما میگه اسید، این اسید یکی از چیزایی که بدن رو خیلی اسیدی میکنه قهوه است یا کافئین. از همه بیشتر این چی بدن اسیدی میکنه؟ استرس. خب ببین، بعد راجع به استرس 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 کافی، چای، کوک، گوشت، خب اینا همه اسیدی که شما میگین. ولی من میدونم که این نمیاد این چیزها رو بذاره کنار. کافیشو حتما باید خب مثلا حالا او سیگار هم میکشه. بله، من بهتون میگم خیلی خیلی داره واجب میشه که من بهتونم کمکش کنم. بله. من میتونم چی بهش اینا رو همه رو داشته باشه ولی منم بهش یه چیزایی نو یاد بدم، خب که این بدن رو یه ذره کمک کنیم بالانس کنیم. ولی چرا حالا یه کمی هم سعی کنیم عادتایی که داره رو یه مقدار کمش کنه؟ بله. خاطر خب ببینیم میدونم یک آره ولی من میخوام بعدش آره یه دفعه نمیتونی این کارو بکنی، ولی خورده خورده شاید بتونی یه مقدار. مثلا اگه الان روزی دو تا لیوان قهوه میخوره، بگی بابا جان که اینو یکیش کن. مثلا ببینید من به بابا چی میگی؟ شما میگی که بابا منو پله هم کنین. آها، بابا تو میگه خب، یعنی میگه اصلا کاری نمی کنن. دایت یکی از حالا بذار یکی از کارهایی که میتونه انجام بده که خب اگر اون کارو نمیکنه پس این کارم نمیکنه، من پیشنهاد کنم که سبزیجاتش خیلی زیاد کنه. ببین این کار مامان من براش کرد، همش سبزیجات، یعنی 40% از غذای هر شخصی به نظر من باید سبزیجات. خب به نظر من خیلی باید سختی باشه. خب همین، برای همین و به همون صورت هم باید خب همون شما میگین قهوه میخوره. بله. چای میخوره، آب هم کم میخوره. فکر نمیکنم مثلا رنگ آب ببینه. اصلا رنگ آب هم نمیده. خب آب چه رنگی؟ خب به هر حال آب هم نمیخوره. خب شما اینقدر من اشتباه میگم، شما اینقدر منو اذیت نکنید. نه من واقعا ببین من میدونم که من خیلی سعی میکنم. بله و همه خیلی دوست دارن و دیدی که چقدر ایمیلایی که به ما دادن دیدی که چقدر خوب بود و فارسیتم خیلی خیلی بهتر شده، علاوه بر اینکه یالمه چیزای جدید داری یاد میگیری ولی فارسی هم خیلی بهتر شده. من از بودن با شما دارم خیلی یاد میگیرم. خواهش میکنم. خب پس کمک بابا اولا باید خیلی خب سعی کنی که براش روشن کنی و باز کنی که چه چیزایی میتونه باعث این مشکلات بشه و چه چیزایی میتونه بدترش کنه. بله. اهل کتاب خوندن هست پدر؟ بله. خب یکی از اون کتابا رو بدین. بله. آره کتاب شما واقعا خیلی خواهش میکنم بدین بخونن که یه مقدار. بله. بهترین چیز سبزیجاته. بله. برای که سبزیجات همشون قلیایی هستند. بله. میوه‌جات هم تقریبا میشه گفت همشون قلیایی هستند، ولی به خاطر اینکه میوه رو از درخت که میکنن معمولا کال میکنن، نرسیده میکنن، یعنی رایپ نشده. بله. خب و وقتی که میوه از آفتاب، از نور آفتاب کاملا توی درخت نرسه معمولا اسیدیه و اکثر میوه هایی که امروز ما داریم میخوریم اسیدیه. ببین واو. سبزیجات maturity ندارن، یعنی تاریخی ندارن که بگیم اوکی باید به یه مرحله برسن بعد ما اینا رو بکنیم که بخوریم نتیجه خوب بگیریم. میوه جات دارن، میوه بعد قشنگ برسه بدارن و متاسفانه خیلی کم پیش میاد هم چیزی که ما میوه رسته. بله. ولی سبزیجات هر موقع بکنی خاصیتش هست و همه چیزش هست و خیلی هم قلیاییه. پس اگر 40% غذای ما سبزیجات باشه خیلی میتونه کمک کنه. بله. حالا یکی از کارهایی که پدر میتونن انجام بدن. بله. استرسشون رو بیارن پایین. خب مهمترینه، یعنی تمام این غذاها، تمام این سیگارها، تمام این قهوه‌ها، تمام این نوشابه‌های کوک و کلا غیره می‌خورن، یک طرف استرس زیاد میتونه بسیار بسیار بدن رو اسیدی بکنه. یعنی اگه یک شخصی رژیم غذاییش بسیار هم قلیایی باشه ولی استرسش خیلی زیاد باشه، همه اونا تبدیل میشه به اسید. بله. پس خیلی مهمه که اولین و مهمترین چیز استرس باشه. من شاید فکر کنم بد نباشه که شروع کنم یه مقدار برنامه‌های راجع به استرس در برنامه آینده صحبت کنیم. خیلی مهمه. بله. مرسی از شما. مرسی از شما. حالا برام جالبه که بگین با بابام بیشتر کارهای دیگه انشالله. حتما.